إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. توفیقی از خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات نورانی سوره مبارک نساء رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 8 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو میشود. همون گونه که استعذار دارید در آیه پیشین، اشارتی به این مسئله مهم میراث و تقسیم ما ترک شد. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. گفتیم که در این آیه شریفه خداوند سبحان سنت غلط جاهلیت رو در مسئله میراث زیر سوال میبرد و مخدوش اعلام میکند. اینکه در میان عرب جاهلی و بعض از جماعت و ملت ها سنت بر این بود که زنان رو از میراث و ماترک محروم میکردند و حتی کودکان رو و اطفال رو. خداوند سبحان قاطعانه فرمود مردان نصیب از ماترک والدین خودشون و نزدیکانشون میبرند و للنساء نصیبون، همان گونه که زنان این چنین بهره و نصیب خودشون رو از میراث پدرانشون، مادرانشون و نزدیکان خودشون خواهند برد. کمیت هم در این جهت مطرح نیست. مما قل منها کسره نصیبا مفروضا، و برای اینها بهره‌های مشخص و تقسیم شده ای وجود دارد که اشاره شد بحث میراث در اسلام و قواعد ارث حقیقتاً مباحث بسیار وزین و پیچیده و در این حال پرمحتوایی است. یعنی یک قواعد فوق‌العاده زیبایی رو و عمیقی رو اسلام در باب ارث مطرح می‌کند که در جای خود قابل تأمل است. اما در کنار این که چنین بحثی مطرح شد، حالا جا دارد که یه دو توصیه‌ای رو حضرت سبحانی مطرح می‌فرماید از جهت اخلاقی و آنگاه ادامه بحث. و ازا حضر القسمه، آیه مورد بحثمون، هنگامی که محضری شد و یعنی موقعیتی دست داد که میراث رو می‌خواهید بین میراثبران تقسیم کنید، کسی به رحمت الهی رفته است و الان زمان تقسیم میراث بر اساس قوانین پیش بینی شده و فروض معین است. هنگامی که چنین صحنه‌ای پیش آمد و در حین این تقسیم حضر القسمته، هنگامی که حاضر شدند قسمت را، چه کسی حاضر شد؟ اولو القربا، صاحبان قرابت، و الیتاما، و یتیمان و مساکین. یعنی چه؟ یعنی هنگامی که میخواهید شما ماترک رو تقسیم کنید، احیانا میشنوند کسان دیگری، نه اونها که مستحق سهم و بهره اند. کسی فوت کرده است، قانونا فرزندانی دارد، احیانا همسری دارد که باید میراث اون ببرند، مثلا فرض بفرمایید، یا پدر و مادری دارد که در کنار اینها
همون طبقات پنجگانه میراث رو که انشاءالله فردا شب خواهیم رسید و تذکری خواهیم داد نسبت به این طبقات پنجگانه، اما نه اونهایی که به وجوب مال به اونها تعلق دارد، نه، کسان دیگری در این خانواده محترم هستند که الان نوبت سهم اونها نیست، یعنی برادرزاده است، یعنی عمو، دایی یا کسان دیگری هستند. برادر این متوفا الان ارث نمیبرد با وجود فرزندان، با وجود پدر و مادر و همسر، برادر کاری نیست اینجا، اما اینها هستند در این صحنه، میبینند که این کسشون فوت کرده است و اتفاقا فرض کنید سرمایه معتنابه و چشم خیره کنی هم دارد، مثلا یه موقعیت اقتصادی خوبی داشته است و الان فوت کرده است. حال که شما میخواهید این اموال رو تقسیم کنید، در این صحنه حاضرند اولوال قربا، خویشاوندان دیگری که اینها سهم بر نیستند اما خویش قومند، در اینجا رابطه دارند و احیانا در این فامیل محترم یتاما، ممکن است این متوفا برادرزادگانی دارد که اون برادر فوت کرده است و اینها یتیمند، این فرزندان برادر در صحنند. و المساکین، مساکین و حاجتمندانی در این فامیل محترم وجود دارند که اینها دخلی ندارن به این جهت، اصلا بهره ای از این میراث نمیبرند، اما ما به شما توصیه می کنیم، پروردگار می فرماید فرزقوهم من، نسبت به همین افرادی که خارج از قاعده حقوقی ارثند، اینها اصلا جزء لیست میراث بران نیستند، اما به اینها بدهید شما بخشهایی از این روزی را، از این میراث را، فرزقوهم من، به اینها روزی بدهید، بخورانید، به نوعی از همین قسمتی که شما میخواهید تقسیم کنید و بهره بدهید. خب اگر دقت کنید نکته ای رو قرآن مطرح میکنه که شاید متاسفانه در میان ما مسلمانان چندان متداول نیست، اما چقدر ریشه های عمیق اجتماعی، انسانی و اخلاقی دارد. اگر از زاویه حقوقی و نگاه دو ضرب در دو مساوی است با چهار نگاه بشه به این مسئله، طبیعی است. میگویید مرگ حق، میراث حق، کسی فوت کرده است، این چند نفرم وراث محترم به دیگران چه دخلی دارد؟ اگر کسی میتواند ببیند، اگر نمیتواند نبیند، چنان و چنان. همین حرفایی که جماعت و مردم میگن احیانا بر زبانشون جاری میکنن. میگن از جهت واقعا حکم خدا ما صاحبان میراثیم، هر چه از دنیا رو پدر من به ارث داده است، به چه کسی دخلی دارد؟ خب حرفم درست، یعنی از جهت منطقی درست، از جهت حقوقی دقیق مطرح میشه این قضیه، اما این رو اخلاقی نمیداند قرآن. بالاخره انگامی که کسی فوت کرده است در این فامیل محترم و سرمایه قابل قبولی از خودش بر جای نهاده است، در این فامیل محترم هستند کسانی که اولوال قربا، مساکین، ایتام، یه چنین افرادی هستند، خواسته یا ناخواسته اینها چشم به این سرمایه دارند. یعنی وقتی که اینها تصور میکنند در عالم ذهن خودشون، ولو اینکه به زبان هم نیاورند یا اینکه در خلوتخانه های خودشون به زبان بیاورند، خواهند گفت دیدید فلانی چطور یک شبه صاحب چه سرمایه‌ای شد، دیدید چه خوش گفت از فردوسی طوسی که مرگ یک بود صدر عروسی، دیدید چگونه یک بار فلانی سر گذاشت و این اموال این چنانیش تقسیم شد بین فرزندانش، اینا چه زحمتی کشیدن، این بچه‌ها چطور شد که صاحب این مقدار سرمایه شدند. یعنی اینها زقائن القلوب، اینها کینه ها، حسد ها و حقد های پنهان است، یا درون سینه پنهان میباند، زمزمه درونی دل و وسوسه جان میشود، یا ممکنه این سو اون سو هم نجواوار به گوش دیگران برسد. راه چیست؟ راه خوابانیدن این کینه هاست، راه دور کردن این حسد هاست. شیوه اخلاقی باید پیشه گرفت، نه رفتار حقوقی اونچنانی حسابگرانه. اینجا جاییست که باید پاسخ داد به این حالات درونی. این توصیه رو قرآن می کند که هم دلها رو به یکدیگر نزدیک کند، کینه ها و حسد ها رو فرو بنشاند، و به نوعی اون متوفا و اون کسی هم که فوت کرده است مسلم بهره مند میشه. اینی که الان خیلی از بزرگان و خیلی از متدینین چنین کاری رو انجام میدن، یعنی اینها میان در قالب ثلث خودشون، استعذار دارید، روشن است برای عزیزان مسئله که هر مسلمانی یه سوم مالش رو میتواند برای خودش بردارد،
یعنی هر انسان مسلمان نه بیش از آن می تواند یک سوم اموالش رو وصیت کند به عنوان وصیت ثلث که بعد از خودش در یه مصارف خاصی تعیین بشه و صرف بشه، کسی باشد وصی باشد و احیانا اینها رو در این زمینه مصروف بدارند. در حد یک سوم، اگر بیش از یک سوم اون چه این متوفا خواست در مال خودش تصرف کند که مخل به منافع میراث خارگان بود، 100% منوط به رضایت و به اصطلاح اجازه صاحبان ارث است. اگر اینها راضی بودند دیگه، حالا اون اگر کسی بیاد پیدا بشه 60 سال ها زحمت کشیده است، 70 سال زحمت کشیده است، شما چه کارید که اجازه بدید؟ نه، مثل اینکه قانون همین است، اگر این صاحبان ارث اجازه ندهند مثقال ذره ای هم از اون ثلث بیشتر نمیتونه خرج خودش بکنه، در حد ثلث و بس. اگر اون وصیت به ثلث هم نشد و این رو قبل از فوت ننوشت، نگفت، عمل نکرد، همون هم هیچ، همون یک سوم هم حق ندارد، از آن میراث بران است. و گفت خزانه داری میراث خارگان کفر است، بالاخره یا ایمان هرچه هست اینها میبرند و میخورند، کاری هم به این متوفا ندارند، کاملا حقوقی و قانونی. اینجا بعض از متدینین این کار رو میکنند، این تدبیر رو میاندیشند عزیزان، یعنی در بحث ثلثشون میگن این قسمت این مبلغ رو تعیین میکنند، بدید به فلان برادرم، این رو بدید به پسر برادرم که نیاز دارد، این رو بدید به خواهرزاده من که این چنین است، این رو بدید به فلان جا. این بسیار کار زیبایی است که صاحبان سرمایه انجام میدن و پیش بینی این رو میکنن، بسیار معقول و به جا در وصایای خودشون نسبت به ثلث مال شما. به شکل عمومی تر قرآن تذکر میدهد، یعنی این تذکر قرآن نه به خود اون کسی است که میراث رو فرونهاد، بلکه به ارث بران هست، یعنی شمایی که الان به قانون الهی رسیدید به این سرمایه، دستتون رو باز کنید، چشمتون رو بگشایید، ببینید بالاخره چگونه دارن دیگران رو شما نگاه میکنن، ببینید دیگه اطرافیان فامیل که نیاز دارن چگونه خیره به این دستان پر تمتع شما و سرمایه ها و حساب های بانکی شما هند، بالاخره اینها رو آرام کنید، نیازهای اینها رو پاسخ بدید، بگذارید روح اون پدر مرحوم شما هم آرامشی ببیند، خیری هم واصل و نائل به روح اون باشد. بسیار توصیه عمیقی است عزیزان، و عرض کردم متاسفانه این به شکل عمومی که ابدا خیلی جزئی در جامعه ما عمل میشه، و حال اینکه دستور قرآن در حدی است که همینجا باید عرض کنم بسیاری بسیاری که حالا شاید با احتیاط باید گفت، جمعی از مفسران از این آیه وجوب رو استظهار کردن، وجوب فهمیدن از این آیه، فتوا این نیست نترسید، اما وجوب رو خیلی ها از این آیه استفاده کردن. پس هنگامی که در حین تقسیم میراث صاحبان ارث حق خودشون رو میخوان ببرن، اما فامیلی هستن، اولوال غربا، یتیمانی در این فامیل محترم، نیازمندانی در این فامیل محترم، نگید به اونها چه رختی دارد و ارث پدر ماست از آن خود ماست، مگر ما بدهکار کسی هستیم، مگر کاغذی طلبی بیارید تا ما بتون بدیم، نه، فرزقوهم من، بخورانید همان گونه که خدا به شما خورانیده است، همان گونه که خداوند پاک و پاکیزه بر شما قرار داده است. میدونید سهم ارث و بهره اسم در اسلام بسیار مال پاکیزه است، در حدی که در شرع مقدس اسلام بر ارث حقوق شرعی تعلق نمیگیرد، یعنی ارثی که میرسد به یه مسلمان مشمول خمس نمیشه، مشمول این قواعد شرعی وجوهات و فلان اینها نمیشه اصلا، ولو دولتان دولت‌های دنیا بالاخره عرض به خدمتون مالیات 30% تا 80% بر ارث میبندند، اما شرع مقدس مالیاتی بر ارث مقرر نکرده است و تعیین نکرده است، از بهترین پاکیزه ترین اموال محسوب میشه. پس بنابراین حال که خدا این گونه به شما لطف کرده است، شما هم دستتون رو باز کنید، بخل در این جهت نکنید و به این دستور الهی عمل بفرمایید. حالا عرض کردم این رو گاهی بعضی از بزرگان از فعل امر فرزقوهم وجوب رو استفاده کردن، اما اگر وجوب رو هم استفاده نکنیم میشه چی؟ حداقل مطلب استحباب. این به عنوان یه امر مستحب مؤکد وجود دارد. خب تا اینجا. بعد به دنبال آیه جمله عجیبی رو میفرماید پایان این دستور، و قولوا لهم قولا معروفا.
متاسفانه این نکته در بین ما انسان ها هست، اساسا مثل این که کسانی که دهنده هستند شاید به نوعی بالاخره اون حالات درونی انسان ها، نفسانیت انسان در این صحنه ها می جنبد. یعنی انگامی که بعضی های احساس مثلا بخشندگی نسبت به کسی دارند، آهنگ این بخشش در رفتار و گفتارشون آثار سوئی میگذارد. یعنی تنین صداشون عوض میشه، مثل این که وقتی میخوان بگن بگیر، این رو جور دیگری میگن بگیر و برو، مثل این که این رو با یه درشتی و غلظتی میگن، مثل این که در دل این صدای به تعبیر قرآن من و عزایی نهفته است. لا تبتلو صدقاتکم بالمن و العزا. نکنه وقتی شما یه احسان و لطفی میکنید این رو از بین ببرید با شیوه گفتارتون، با کلامتون، با رفتار مستهجنتون. ممکنه یه رفتاری بکنید با این گیرنده که بگوید ای کاش میمردم و دست پیش فلان کس دراز نمی کردم. نکنه چنین رفتاری رو داشته باشید؟ اونجا فرمود. در اینجا هم ببینید چون بحث مالیست، به نوعی انفاق است، بحث حق نیست، بزا سریعا این تذکر داده میشه. و قولو لهم قولا معروفا، از این یه استفاده عالی بفرمایید عزیزان. فرمود به اینها بگید یه قول معروفی را، یعنی در صحبت کردن هم وقتی این کار را انجام میدهید کاملا مؤدبانه در مقام گفتار، در نهایت پسندیدگی و معروف با این جماعت سخن بگویید و چنین عمل نیکی را انجام بدید. ببینید عرض کردم یه قاعده ای را اینجا استفاده کنیم که به نوعی بالاخره اگر انسان یه تلاش اقتصادی و مالی هم انجام میدهد و خیری رو میرساند، این ظاهر قضیه ممکنه یه بالاخره انفاق مالی، عطا مالی باشد، اما این اگر با کرامت و با حرمت همراه نباشد چندان فایده نمی کند. باید اون اکرام هم در کنارش باشه، اون حرمت نهادن به نیازمندان از اصول مسلم در کنار این دیده شود همه جا. لذا سریعا اینجا هم حضرت باری تعالی این هماهنگی و همگونی رو تذکر داد. و قولو لهم قولا معروفا، هم به این وظیفه عمل کنید، این عطای خیر خودتون رو متوجه کنید به اینها، هم در این حال در مقام گفتار با اینها پاکیزه صحبت کنید، گفتار پسندیده و معروف باشه. نه اینکه نقطه مقابل معروف چیه؟ منکر. نه اینکه به نوکر صحبت کنید، نه اینکه به درشتی صحبت کنید، نه اینکه گوشه‌دار و کنایه‌دار صحبت کنید. حالا بالاخره ما فکر کردیم که حالا به شما هم باید برسیم، بالاخره شما هم اقوام ما هستید، شما هم حاج... نه دیگه نشد. اگر میخواید تو این میدان عمل کنید به قول معروف عمل کنید، به گونه ای رفتار کنید که حرمت و شخصیت افراد رو کاملا پاس بدارید. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. یه دستور بعد از این دستور و یه هشدار بسیار تکان دهنده. ولی یخشن نزین لوترکو، برای اینکه قرآن انگیزه ایجاد کند در رعایت حال ایتام، در رعایت حال همین مساکین، اولی القربا و امثال اینها، مخصوصا با جهتگیری آیه نسبت به ایتام است که قبلا هم بحث مطرح بود، الان هم در پایان آیه بعدی رو که عرض میکنیم باز تذکر و هشدار به حقوق ایتام که لابلای این مباحث مالی و اقتصادی و خانوادگی سریعا هیدار مطرح میشه این مطالب و حساسیت این قضیه رو به اوج میرساند. دقت بفرمایید. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، از این راهکار قرآن استفاده میکند، یه حساسیتی در ذهن انسانها ایجاد میکند، باید نگران باشند، باید خشیت داشته باشند. خشیت میدانید اون نگرانی، البته هنگامی که این نگرانی و ترس برخواسته از شناخت باشد، هنگامی که انسان با آگاهی نسبت به مسئله دلنگران است، این رو میتوان خشیت گفت. ولی یخش الذین لو ترکو، باید آگاهانه دلنگران باشند. کی؟ کسانی که لو ترکو من خلفهم، کسانی که بعد از خودشون فرو میگذارن، ذریتن ضعافن، یعنی کسانی که بعد از خودشون این احتمال رو میدن میمیرن، سر میگذارند اما فرزندانشون تو این جامعه باقی میمانند، اون هم احتمالا فرزندانی که ضعافا، ذریه،
بازماندگان ضعاف که ممکنه ضعاف من لا یتمکن و تذبب عن نفسه، اون کسی که نمیتواند از خودش خوب دفاع کنه، ممکن است فرزندانی از خودشون باقی میگذارند. کسانی که چنین حالتی رو دارند از خودشون فرزند و دودمان و ذریه باقی میگذارند، به فکر فرو برند. خافو علیهم، همونطور که اینها نگران فرزندان آینده خودشون هستند، پس فلیتقوا الله، پس به تقوا عمل کنند. امروز پیش بینی برای فردای خودشون داشته باشند. چقدر عمیق خداوند سبحان این نکته رو مطرح میکند. نکته اخلاقی، اجتماعی، علمی با ظرافت ها و ریزکاری های خاص خودش. من دو سه بحث رو اینجا باید پیرامون این آیه رو بگم. اولا مطمئن بشم که مضمون آیه منتقل شد خدمت عزیزان. خداوند فرمود کسانی که فرزند دارید بعد از خودتون احتمال میدید برید اینها بمانند. اگر میخواهید در حق فرزندان شما درست عمل شود، امروز در حق فرزندان مردم به ثواب عمل کنید. امروز رفتارتون رو با دیگران اصلاح کنید که فردا فرزندان شما در همین جامعه زیر دست و پای دیگران له نگردند و خرد نشوند. خب ببینید، خیلی آیه هم جنبه هشدار، هم جنبه تذکر و تعلیم، هم در این حال بیم و انذار. بسیاری از مطالب تو این لحن سخن گفتن الهی دیده می شود کاملا روشن و شیوا. حالا من اینقدر این ابعادش رو باز می کنم. اولا آیه شریف مبتنی بر دو سه اصل است. اصل اول، همان گونه که استهزار دارید میدانیم در این عالم وجود و در این زندگی دنیا، همان گونه که رسول خدا فرمود کما تو دین و تو دان، ترجمه پارسی کنیم اگر روان، با همان ضرب المثلی که در بین ما جاری است، این حدیث رو خیلی خوب است. به همان دست که دادید به همان دست پس میگیرید. کما تو دین و تو دان، این دقیقا میشه ترجمان همین کلام نبوی و سخن پیامبر. مثل اینکه در این جهان این قاعده و قانون وجود دارد، نمیگیم 100% حاکمه، اما بالاخره جریان دارد این قانون، فراگیر نیست، یعنی جامعیت در همه ابعاد ندارد اما عمومیت دارد این قانون و قاعده. قانون من یعمل سوءا یجز به، کسی که رفتار بدی میکند در همین دنیا هم جزا میبیند، اون که رفتار خوبی میکند در همین، یعنی یه پرتوی از فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و اون طرف قضیه در همین دنیا هست. این باوری که ادیبان ما، شاعران ما، متفکران ما در کلامشون تنین انداز است که این جهان کوه هست و فعل ما ندا، باز می آید نداها را صدا. اینی که کنش واکنش، تاب باز تاب، عمل عکس العمل. حالا بعضی ها این دو قاعده کارما چی فلان اسمهایی از پیش خودشون، جمع جماعتی به باورهای خودشون دارن، اما در اعتقادات دینی و اسلامی ما این طور است که پاره از اعمال بدون شک در همین دنیا بازتاب اون دامن انسان و وجود انسان و آثار انسان رو میگیرد. این یه قانون است. خداوند سبحان این سنت رو جاری کرده است. نمونه های زیادی داری. مثلا ببینید، فرض این در باب ظلم، من سل سیف البغی فهو مقتول به، کسی که شمشیر ستم رو میکشد میده دست ظالم، خودش به این ظلم گرفتار می شود و کشته می شود. همیشه مقرب و سلاطین خودشون قربانی های سلاطین بودند. همیشه اونهایی که پایه های ستم رو به شمشیر خودشون افراشته کردند، مانند ابو مسلم خراسانی، خودشون اولین قربانی های بن العباس شدند که دودمان بن العباس رو سر کار آوردند. خودشون مقتول شدند به شمشیر همین ها. سنت جاری است. هر چی بخواید در طول تاریخ میتونید ببینید نمونه های این چنینی را. کسانی که واقعا کمک به ظلم کردن، چنین گرفتار پاداش عمل خودشون در همین دنیا شدن. بسیاری از کسانی که یه سنتی رو در جامعه باب کردن، وقتی نگاه میکنید خودشون قربانیان همین سنت خودشون شدن. واقعا وقتی که نگاه چون نیک نظر کرد پر خویش درام دید، گفتازه که نادیم که از ماست که بر ماست. واقعا قصه همین است. این سنت جاری
الهی است در وجود، در باب خیر هم همینطور. پس این یه قاعده است. بالاخره ای کشته که را کشتی، تا کشته شدی زار. خیلی قشنگ، خیلی زیبا، واقعا این همینطور به زبان میاد عرض میکنم، این شاهکار این سخنان ادیبان پارسی، اینقدر حکمت، اینقدر معرفتی که موج میزنه در ادبیات پارسی در زبان این حکیمان و بزرگان ادب، کمتر در ادبیات دنیا دیده میشه. به این غنا، به این محتوای این چنینی، مثل اینکه خود این زبان شیرین پارسی شکر شکن شدند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال میرود، ادیبان مسلمان ایرانی رو به وجد در آورده است که این مایه های خوب رو تو این قالب زیبا پر بریزند، فراوان بگویند و خوش بگویند، و لذت اون رو ما بعد از هزار سال از زبان ناصر خسرو قبادیانی بچشیم و بر زبان جاری کنیم. ای کشته که را کشتی، تا کشته شدی زار. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. اینها نکاتی است که از روایاتمون هم بزرگواران خوب استفاده میشه و میتونیم اینها رو مدلل کنیم و برای اینها به اصطلاح سند مطرح کنیم و مشخص کنیم. این یه بعد قضیه. رفتاری را که آدمی انجام میدهد در انتظار اون باشد که بالاخره بازتاب اون رو ببیند. حالا در بعضی از موارد خیلی سریعه، یعنی در بعضی از موارد شر یا بعضی از موارد خیر گفتن این زود میاد، که این تو روایات هست و در جای خودش هم ما گاهی تذکر دادیم بماند. نکته دوم، این قاعده ای که عرض کردم اضافه کنید به این که بازی سنتی است که این هم پرده برداشته می شود از آن در روایات دینی ما. انا نجاز الابناء بسعی الآباء. قانون این است، خداوند میگوید ما فرزندان رو بهرمند میکنیم از تلاش پدرانشون. یعنی یه پدر یه عمر با تقوا، با فضیلت و انسانیت زندگی میکند، میوه باقی این عمل صالح رو فرزندان او میچینند و میخورند و میبرند. اونها خوشنامی پدر رو در جامعه یدک میکشند. اعمال شایسته پدر پشتوانه اونهاست. خیلی از خوبی هایی که اون پدر داشت اینها بهرش رو میبرند و لذت اون رو میبرند. البته این قاعده اون سوی دیگر هم دارد، چهره ناپسندش رو هم ما میبینیم، اون هم وجود دارد. خاطرتون هست اون حکایت قرآنی زیبا، وقتی که جناب موسی با اون معلم خودش سیل خودشون رو دارند، رسید به اون شهر، مردم بیرونشون کردن، راندند اینها رو، کناره شهر میگذرد، دیوار مخروبه ایست، دیوار رو صاف کرد، کمک کرد، گفت بیا کمک کن، و جناب موسی به کار گل گماشته شد. آقای معلم، اینها به ما نان ندادن، شما میگید ما اینجا فعلگی کنیم، کارگری کنیم، فلان و اینها. گفت بله، گل درست کن، به دست ما بده. این دیوار رو درست کرد و پاورجا کرد. بعد از اینکه شرح ماجرا میگفت، و اما الجدار، میدانید ماجرای این دیوار چه بود؟ این دیوار از آن غلامین یتیمین فی المدینه، این از آن دو غلام و دو کودک یتیم، دو فرزند یتیم بود، و زیر این دیوار گنجی بود. و کان ابوهما صالحا، پدر اینها صالح بود، انسان وارسته و شایسته ای بود. خداوند نمیخواست که این گنج از بین بره و علائم و کروکی این به هم بخورد و این بچه ها بی بهره از این ثروت پدر باشند. لذا من مأمور بودم که این دیوار رو پابرجا کنم به امر الهی تا فرزندان جایگاه و نشانه هایی که پدرشون برای اینها گفته بود بیابند و گنجینه و دفینه خودشون رو یافت کنند. خب اینجا چی از آیه استفاده میکنید؟ این تعبیر عجیبه، و کان ابوهما صالحا، پدر اینها صالح بود، یعنی یه نوع علیت رو میرساند. چرا باید این گنج بمونه؟ به صلاحیت پدر. اون پدری که صالح هست، گنج اون نصیب فرزندانش هم خواهد شد. گنج اخلاق او، گنج رفتار او، گنج خوشنامی او، وراثت‌های شایسته و پاکیزه او عجیب است، قواست. پیرامون همین آیه شریفه، خاطرم هست که شاید اینو من در سوره کهف، بالاخره اون دور اولی که گفتیم اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز، که وقتی به اینجا میرسیم روایات عجیبی داریم که این اثر، یعنی اثر صلاحیت پدر در نسل اول نیست، در نسل دوم نیست، تا هفت بطن و هفت نسل از صلاحیت این
پدر و مادر فرزندان بهره میبرند. یعنی این تداوم ژنتیک تا 7 نسل رو پوشش میدهد. خیلی عجیبه، خیلی زیباست. واقعا اینی که بالاخره انسان ها چه میکنن، با دست خودشون رقم میزنن نسل آینده خودشون رو و خیلی از مسائل بعدی رو، در دل همین ریزکاری ها نهفته است و دیده میشود عزیزان. اینی که واقعا میبینید بالاخره خیلی ها چقدر بهرمندند از این ثروت و نعمت بزرگ و متوجه. خب این وکان ابوه و ماساله ها. پس بنابراین بهرمندی فرزندان از صلاحیت پدران، من کان له القرم فعلیه القرم، این که هست اون طرفش هم هست. متاسفانه زهارت ها، بدی ها و درشتی ها و بعض از اعمال والدین، همون گونه که خوبی های اونها نصیب فرزندانشون میشه، بدی های اونها هم تسریع در فرزندانشون خواهد داشت. این هم نمیشه کاریش کرد. خیلی عجیبه. بگذارید اینجا من یه حدیث بخونم و بعد ادامه بحث رو با هم تعقیب کنیم انشاءالله. گفت که عرض به خدمتون، من در خدمت امام باقر بودم، امام صادق بودم. تفسیر عیاشی نقل میکند این رو، عیاشی سمرقندی، اون مرد بزرگ، که قال ابو عبدالله مبتدعاً حضرت این سخن رو آغاز کردن: من ظلم سلط الله علیه من یظلمه، کسی که ظلم میکند خدا بالاخره کسی رو تو همین دنیا مسلط میکنه برش که ظلم به او بکند. من ظلم سلط الله علیه من یظلمه، این حرف عظیم همینطور است. ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، بالاخره ریشه داره. بالاخره اعمالکم اعمالکم، رفتارهای خود انسان ها حاکمان بر اینها و ظالمان بر اینها خواهد شد. او ادامه حدیث، او علا عقبه و عقب عقبه، و این در ادامه اگر خودش مشمول این ظلم نشه ممکنه به فرزندانش ظلم بشه در آینده. فذکر تو فی نفس، امام که گفتن یه مرتبه تو دل من اومد، تو خاطرم اومد، فقلتو یظلم و هو یتسلط علی عقبه و عقب عقبه، این ظلم کرده است، بعد خدا گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسکری، بعد فرزندش فلان اینها. فقال لی قبل ان اتکلم، هنوز من سوال نکرده بودم، ازت نگاهی تو صورت من کردن، فرمودن ان الله یقول، خدا میگوید ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. همین آیه رو امام صادق علیه السلام شروع کردن بخوندن، فرمودن این گفتار الهی است و سنت خداوندی است، همان گونه که خوبی ها و فائد و برکات جریان پیدا میکنه در نسل انسان، دشواری ها و سختی ها هم می آید، این گونه مسائل هم تسری پیدا میکنند، هر دو با هم است. خب این هم جمله زیبایی است که در این حدیث شریف از وجود مبارک امام دیده میشه. با توجه به این دو اصل، یک بازتاب عمل، قانون بازتاب اعمال در همین دنیا، نه به جهان آخر. جهان آخرت که حساب است و کتاب است و ذره ذره نسقال عمل و حساب آن روشن و کفا بالله حسیبا، خداوند هم خود در صحنه حساب است و فرصت زی حسابی به کس نمی دهد و نمی بخشد امور را به دیگران، این که تمام روشن. اما این مال دنیاست، بازتاب عمل در همین دنیا، تعدی ها، ظلم ها، بدی ها، درشتی ها. و از اون طرف ارحم ترحم، خوبی ها، محبت ها، رحمت ها، انسانیت ها، باید دست انسان رو در همین دنیا بگیرد، باید همین جا به کار آدمی بیاید و میوه اون رو انسان بعضن در همین زندگی دنیا بچشد و شیرینی اون رو حس کند که جاذبه و انگیزهی برای همگان باشد. لذا آیه شریف فرمود ولی یخش الذینه، پس باید نگران باشند. شما یه سنتی رو باب نکنید اگر میبینید در جامعه یتیمانند، ضعفها و نیازمندانند، شما یه سنتی رو باب نکنید که پا رو بگذارید بر حقوق اینها، ظلم در حق ایتام بکنید، اموال اونها رو به غارت ببرید و چپاول کنید، حقوق این ضعفا رو نبردازید. این سنتی که شما باب کردید، بعد میدونید در همین مسیر فرزندان خودتون هم
اسیر چنگال این رفتار غلطتون خواهند شد. اگر دل به فرزندان دیگر نمی سوزانید، دلنگران نسل و دودمان خودتون باشید که آینده نزدیک اونها جای دیگران رو می گیرند و می نشینند. فرمود پس چنین نکنن لو ترکو من خلفهم ذریتا ضعافا خافوا علیهم که نگرانید. نه، به تقوا عمل کنید. بهترین راهکار چیست؟ تقواست. فلیتق الله، یک کلمه که آمد صد کلمه آمد. یک کلمه تقوا یعنی به انصاف عمل کردن، به عدالت عمل کردن، به انسانیت عمل کردن، حقوق رو دقیق پرداخت کردن، دلسوزی کردن، احسان کردن، همه اینها تو کلمه تقوا یک جا و در بست دیده می شود و نهفته است. فلیتق الله، باز مراقب فرمایید، ولیقول قولا سدیدا، باز مجدد خداوند عمل رو با چی همراه کرد؟ با قول. اگر خوب عمل می کنید، خوب هم حرف بزنید، هم خوب بگید هم خوب عمل کنید. خیلی این مهمه، واقعا جدی است این بحث. در اینجا ببینید قرآن صفتی که قبلا آورد، قولا معروفا، سخنتون معروف باشد، اینجا می فهمد قولا سدیدا. اونجا بحث این بود که بالاخره حالا احسانی کردید، محبتی کردید، اما اینو جوری نگید آقا برو بیا تو صف واسه، صف رو خراب نکن، نمیدونم جلو نزن پس نزن، یه جوری میگید که بنده خدا به قول کوچه بازاری ها ساکشون بر میدارن، میگن رفتیم خداحافظ، اصلا نخواستیم این هدیه شما و بخشش شما و توضیح شما رو نخواستیم، اصلا در به این خیریه رو اصلا ببندید که این شریه است، نه خیریه، اصلا کرامتی در حق کسی قائل نیست هیچ. نه، قولا معروف، اینو در نهایت ادب، در نهایت حرمت و کرامت. اینی که شما گاه دیدید و من درس کردم در رفتار معصومین، عزیزان اینها رو برای این نمیگم که حالا تو فلان مصیبت چهار کلمه تکانی بخورد انسان اشکش بیاد یا مثلا دلش رخی، نه، اینها درس زندگیه. این که برای شما از همین صاحب بقعه مبارکه ابوالحسن رضا مولانا و مقتدا عرض کردم خدمت عزیزان، بارها شنیدید بالاخره آقا تو صورت این فرد استمداد جو عرض به خدمتون کمک میخواست نگاه نکردن. یا ابن رسول الله چرا نخواستی چهره به چهره بشید؟ به خدا سوگند نخواستم خفت و احیانا ذل مسئله رو در چهرش ببینم، تعبیر اینه، نخواستم ببینم تو نگاهش احساس شرم دارد، احیانا خواستم کرامتش حفظ بشه، نخواستم سر شما قابل من خم کنه. یا اون که آمد خدمت حضرت تا لب باز کرد آقا فهمتن ایستاد، روی مبارکشون برگرد فهمتن بنویس، بنویس نگو، نوشت روی زمین با انگشتش نوشت، حضرت خواندن پاک کردن، فهمدن چنین و چنان، گفتن آقا چی بود این قضیه ما نفهمیدیم، فهمدن این خواسته ای از من داشت، من میدونستم در اینی که این خواستهش رو مطرح میکنه شخصیتش تحقیر میشه، نخواستم شخصیتش تحقیر بشه. بنویسد بعد هم ما از بین ببریم، کسی دیگری هم نخواند. چقدر زیباست این رفتارها و این سیره عملی. و خب بالاخره آقا باید این باشه، این میشه قولا معروفا، رفتار شایسته، گفتار شایسته، که به حمد الله کسانی که تربیت شده این مکتبن به همین شیده عمل میکنن. اما در اینجا فرمود ولی یقولوا قولا سدیدا، کلمه سدید یعنی محکم، یعنی استوار، سدید محکم و استوار، سخن محکم بگید، حرفتون استوار باشد. بعد در تعریف قول سدید میگن یعنی سخن ثواب، سخنی که ثواب باشد. حرف ثواب چیه؟ میگن گفتاری که منطبق بر رفتار است، گفتاری که منطبق بر رفتار آدمی است. همونی که میخواید عمل کنید بگید ولی یقود و قولا سدیدا، همون وعده‌ای که میدید عمل کنید، همانی را که تصمیم انجام آن دارید، وعده بی خود در دل کسی ایجاد نکنید. حالا که میخواید عمل کنید، به مقدوراتتون، به مقدار توانمندی و ظرفیت خودتون سخن بگویید و به همان شیوه رفتار کنید، محکم با استوار، ولی قولو قولا سدیدا.
به عنوان آخرین سخن در باب ایتام در این قسمت از آیات شریفه، از تکان دهنده ترین آیات قرآن کریم که شاید دو سه جا بیشتر چنین مضمونی رو در کل قرآن نداریم. فرمود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. برای اینکه دیگه حجت رو خدا تمام کنه با سوء استفاده کنندگان از اموال یتیمان که گمان میکنند اینها توانایی دفاع از سرمایهشون رو ندارند و موجب بیپروایی اقتصادی جمع و جماعتی میشود، همانا اون کسانی که یعکلون اموال الیتاما. ده ها بار گفتیم اکل به معنای خوردن نیست در این موارد، به معنای تصرفه، نه اینکه فقط خوردنی ها، نه، زندگی، خانه، مسکن، پول، طلا، همه چی، ملک. اون کسانی که تصرف میکنن در اموال یتیم ظلمن، به ظلم تصرف میکنن. همه تصرفات نه، همه اکل ها نه. ممکنه همون گونه که دیشب عرض میکردم یک کسی از مال یتیم میخورد به عنوان حق العملش، داره حقش رو برمیدارد. یک کسی تحت عنوان یک قراردادی کاری داره انجام میده، منتفع میشه، نه. اون کسی که به ظلم، به تعدی، به تجاوز از مال یتیم تصرف میکند و بهره برداری میکند، انما یاکلون فی بطونهم نارا، همانا محققا این است و جز این نیست که اینها دارن میخورند در شکمهای خودشون، میچرخانند در شکمهای خودشون آتش و نار گداخته غضب الهی را. اون چه اینها دارن تصرف میکنن و میخورن این نیست مگر قهر خداوند و نار الهی و خشم الهی. و سیصلون سعیرا، سعلی به معنای وارد شدن، و اینها به زودی وارد میشن به سعیر. سعیر هم از نامهای جهنم به دلیل گداختگی و افروختگی که قهر الهی و عذاب الهی دارد، که سعره به معنای افروختگی و برافروختگی است. خب حالا ببینید نکته بسیار مهمی که اینجا در آیه شریف اولا مطرح است این است که آن کسانی که یاکلون اموالا یتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون، خداوند دو مرحله داره مطرح میکند. این یاکلون فی بطونهم نارا نه این که فردای قیامت در شکمهای اینها آتش است، نه نه، در همین دنیا، همین الان که دارن در مال یتیم تصرف میکنند، اینجا یاکلون ناراست. بعد در آینده سیصلون سعیرا، سین اومد، به زودی میرسن به اون عذاب آخرت. پس اون اولی مال کجاست؟ مال همین دنیاست. اونها که در مال یتیمان تصرف ناروا و ظالمانه و خصمانه میکنند، اینها انما یاکلون، همین الان در شکمهای اینها آتش و قهر خداوند است که دارن. وقتی آتش آمد دیگه همه چیز از بین می رود، محو میشه، به هلاک میرسه، به نابودی مبتلا و بدل میشه. چنین حالتی رو دارن. عرض کردم این آیه خیلی آیه مهمی است. خب از یه طرف اون بعد سنگینی این کار رو میرساند بسیار چشم، اما ببینید در این آیه شریف عزیزان خداوند تشبیه به کار نمیبرد، نمیفرماید ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما كمثل الذي، مانند آن، نه نه نه، مثل آن است که ياكلون، كما ياكلون، نه ابدا، عین خود مطلب رو مطرح میکند. یعنی اگر شما دیدید کسی مال یتیمی را و ضعیفی رو چپاول کرد، همین الان بدونید در شکم و در وجود او آتش و قهر خداوند داره شعله میزند. به این نشانه که اگر چشم شما از اون نوع چشمهایی باشد که ماورای این امعاء و احشا را ببیند، اگر شما از اون چشمهایی داشته باشید که بصیر بلا سمع باشید، بصیر بلا بصر و سمیع بلا سمع باشید، یا از اونهایی باشید که مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند، اگر شما از اون چشمهای بینا داشته باشید، همین الان میبینید، همین الان وجود این کس رو در منجلابی از
فرو رفتگی ها، نکبت ها و همین الان گداختگی جهنم رو، گداختگی قهر الهی رو در سیما و در وجود چنین کسی همین الان میبینید. یعنی چی؟ یعنی آیه شریفه از آیاتی است که دقیقاً ناظر به مسئله بسیار مهم ملکوت اعمال و قاعده تجسم عمل است. همان که در جای خودش مثلا در باب غیبت خدمت عزیزان مطرح کردیم و همین الان باز تکرار میکنم، در چند جای قرآن این بحث به این شیوه بیشتر نیومده است. یعنی اینکه اینجا میگوید در 170 خورده بقره خداوند مطرح میکند، در حجرات مطرح میکند که هر عملی رو که شما در جهان میبینید دو چهره دارد عزیزان، یه چهره ظاهری ملموس مادی بشری، یه چهره فرا مادی، یعنی یه صورت ملکی و یه صورتی که و سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، یه صورت ملکوتی، یعنی یه جلوه و حضور اینطور، یه جلوه و حضور اونطور. زود مطلب رو تو ذهن عزیزان نزدیکتر کنم. ببینید شما یه حقیقت به لحاظ مدرکات دو حقیقت می شود ولو ماهیت یکی باشد. یعنی چی؟ مثال ملموس عرض کردم، شما در خواب می بینید که یه کاسه شیری رو یه کسی به دست شما داد، عجب شیر صافی مرتبیست و عرض به خدمت نوش جان می فرمایید. سحر خواب دیدید و بعد این خوابم عجب سرخوشی تو حالتون ایجاد کرد و چشمتونم باز کرده دیدید اشهد ان لا اله الا الله، مؤذنم دارد از آن میگه. صبح میرید پیش آقا، پیش کسی که میداند و میشناسد و رازها بلد است، میگوید که آقا ما دیشب سحر چنین خواب دیدیم. میگوید هنی اندکم، میگه گوارای شما باد، شما به زودی مشرف به محضر صاحب نفسی میشوید و از محضر علم او استفاده ها خواهید کرد. شما منتفع از یه دانش ناب میشید. میگه آقا ما شیر خوردیم تو خواب. میگه بله، شیر در عالم خواب علم است، در عالم شهود این واقعیت. میگه آیا خوردید از این شیر یا دستتون دادن؟ میگید نه خوردیم. میگه الحمدلله، اگر دستتون میدادن و نمیخوردید مشخص بود تماشاگر این علم بودید، نه بهره‌مند از این علم، منتفع نمی شدید از این علم و دانش. ببینید یه حقیقت در عالم رؤیا چیزیست، در عالم رؤیت چیز دیگریست. این عالم و اون عالم فرق می کنند. در عالم ملک مشتی بالا می رود، برگونه مظلومی کوبیده می شود. حالا ملکوت این چیست؟ این همان است که لهم مقام و من حدید، این همان گرز آتشین و آهنی نیست که خدا در جهنم بر سر چنین کوبنده ی ضربه می کوبد. این ملکوتش، ملکوتش اینه، ملکش چنین حالتیست. هر چی رو تصور بفرمایید، دلی رو می رنجانیم، می شکنیم، خاطری رو آزرده می کنیم، انسانی رو زمین گیر می کنیم، حقی رو به غارت می برند، ناموسی رو به تاراج میدهند، تمام اینها ملکوت دارد در عالم شر و در عالم خیر. اینی که بارها فإن البيت إذا كسرت فيه تلاوة القرآن كسر خيره، اینی که در حدیث داریم وقتی در خانه در منزلتون نشستید کلام خدا باز میکنید میخوانید، این خانه همان گونه که ستارگان و کواکب آسمان دارن برای زمین میدروشن، زندگی شما و خانه شما برای عرشیان و قدسیان می درخشد. این ملکوت محفل قرآن است، ذکر قرآن است، تلاوت قرآن است. اینه که در مورد نماز داریم، وقتی نمازگزار می ایستد به نماز، از محل ایستادن او تا عرش الهی عمودی، این تعبیر اینه، عمودی از نور جریان دارد، جریان دارد. ملائکه الله نگاه میکنن این عمود نور را، وقتی که نماز تمام میشود نور قطع میشه. این ملکوت نماز است، این ملکوت الصلاة و عمود الدین است. انواعت دارید برای همه اعمال ما یه صورت ملکی، یه صورت ملکوتی، یه ظاهری دارد و یه چرخ با این اختران بس که خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. فرمود
آنها که مال یتیمان چنین میخورند نما یأکلون فی بطونهم نارا. این چهره واقعی عمل و ملکوت حقیقی آن است. این سوی قضیه است، اما اون طرف قضیه و سیسلون سعیرا، جهنم الهی و عذاب الهی در جای خیش، که به زودی پای اندرون اون می نهند و عذاب الهی را خواهند چشید. این پایان آیه شریفه. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. خب حالا با توجه به این بحث که گفته شد و زمینه هم برای بحث میراث و تقسیم و اینها مطرح شد، حالا همون قسمت رو از باری تعالی میخواد برای ما مطرح کنند. یعنی مجموعه دو آیه میان پشت سر هم که اینها شیوه تقسیم میراث رو به نوعی حضرت باری تعالی مطرح میکند و بعد تلک حدود الله، اینها حدود الهی و مرزهای الهی است که انشاءالله باید با لطائف و ظرافتکاری هایی که داره مطرح کنیم، مخصوصا هم این بحث اولش که خدا توصیه میکند شما را به فرزندانتون لذکره مثل و حزل انسیه، این برای فرزندان پسرتون دو سهم و دو مطابق فرزندان دختر، که همینجا دیگه عده و جماعتی بالاخره عرض به خدمتون به صحنه می آیند و برای دفاع از حقوق خودشون سخنهایی می گویند و پاسخونها رو هم باید طبق خود کلام الهی و استفاده از سخنان پیشوایان دین حقیقتا بدون از هیچ عرض به خدمتون آزاری مطرح کرد و بازگو کرد، که انشاءالله فردا شب به این قسمت از بحث خواهیم پرداخت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت و قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بیشتر کلامش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید.